البته داره بارون میاد الان. یه باغ گیاهشناسیه در کاشان که انواع اقسام گیاهانی که تو این منطقه وجود داره رو آوردن اینجا کاشتن، روشون آزمایش‌های مختلف انجام میدن و یه هدف مهم دیگه هم احداث یه چنین باغی داره و اون اینه که بعضی از این گیاه‌ها در آستانه نابودی و انقراض بودن که با کاشته شدن اینجا حفاظت ازشون و انجام دادن اون آزمایش‌ها روشون به نوعی حفظ شدن. خیلی جای عجیبی. همچین جایی تو دل کویر ساخته میشه. از ته دل میگم دستشون درد نکنه، امیدوارم همه جا همینجوری ساخته بشه و صادقانه و بی‌تعارف میگم واقعا جای همتون خالیه اینجا. اینجا غیر از فضای زیبایی که وجود داره یه بوهای عجیب و غریب دوست داشتنی هم هست. بوی رزماری، بومادران، اسطوخودوس و انواع اقسام گیاهانی که اصلا یه فضای عجیبی درست کرد. چی بگم خودتون ببینید. سبب تنوع آب و هوا، تنوع پوشش گیاهی فراوانی هم داره. برخلاف تصور عموم در نواحی نیمه خشک و نیمه کویری، جاهایی مثل کاشان و شهرستان‌ها و روستاهای اطرافش، این تنوع پوشش گیاهی بسیار زیاده. مثلا در نواحی دشت حدود 200 نوع گیاه وجود داره و در نواحی کوهستانی 600 نوع گیاه. برخی از این گیاهان مختص این منطقه هستند و بعضی از اونها صاحب خواص دارویی بسیار ویژه. الان ما در روستای علی‌آباد علوی هستیم، اطراف کاشان، فاصله حدود 50 کیلومتری این شهر، و می‌خوایم بریم یه جایی که به صورت سنتی عرقیات گیاهی رو تهیه می‌کنن، دور هم باشیم و خوش بگذرونیم. هی! یعنی اگه من اینو توی راه صاف می‌گفتم به نظر شما مشکل پیش می‌اومد؟ شدم بالا بگم دیگه نه. این همون آب قنات روستاست که در فرایند تولید عرقیجات گیاهی وظیفه صرف کردن به عهده‌شه. حالا اینکه چه اتفاقی توش میفته دقیقاً الان میریم که ببینیم. علی آقا سلام. سلام. مخلصم. خسته نباشید. خواهش می‌کنم. این آب اینا رو صرف می‌کنه؟ یا بله، عرقی که میاد، بخاری که میاد داخل پارچ خنک میشه، تخلیه میشه، سردش میکنه. من فکر میکنم که یعنی نفهمیدم در واقع. شما چند ساله این کارو میکنید؟ من 5 ساله، ولی خب اینجا در روستامون از 50 ساله. 50 ساله در همین روستا به صورت سنتی عرقیات گیاهی تهیه میکنید؟ 50 ساله. اونا چیه؟ اون اولش اونجاست؟ بله، از اونجا شروع میشه. بریم بالا؟ بفهمید. بفهم. پله بریم. امیر جان. بله. بذارید آقا از پله ها برن، شما از این را پله بفرمید بیاد برای کادرمون به هم بریزه. بفرمید. من کار دارم با این دوستان، میدونید، یعنی تایه تهش یه برنامه ای دارم. قابتون به هم میریزه دیگه نه؟ اینا چرا سه تاست؟ یه جا نبوده بیشتر. یعنی بیشتر بود بیشتر میذاشتیم. چرا بیشتر اینا توش چیه؟
نه گیاه بادرنج بویه حالا میگیرم عرقشو کی بادرنج بویه بادرنج بویه خب بادرنج بویه رو چیکار میکنیم؟ بادرنج بویه از همین باز که از حال روشن میکنیم زیرشو آب هم به اندازه کافی 60 لیتر آب میریزیم 60 لیتر؟ 60 لیتر آب میریزیم گیاهش هم میشوریم گیاه هم میریزیم بخار میکنیم زیرشو روشن میکنیم فهمیدم این جوش که اومد از تو این لوله ها این جوش که اومد مثل حالت دیزو داره که دوشبار میکنه با دیزو دی و دیزی بله این بخار این از راهی نداره دیگه در بره از این دو تا نیچه اینا دو تا نیچه میره اونجا میره تو اون میره توی اون پارچ که دورش آب خنکه خب اون آب خنک اینو تقطیر آها تقطیر میشه اونجا دیگه میشه عرق اما عرقی که حالا میخوام خالی کنم من عرق بادرنج بویه بله میتونیم ببینیمش ببینیمش اگه قابتون به هم نمیریزه ببینیمش قابتون به هم نخور سریع تا اینجوری که اصلا یه بار دیگه قابم به هم ریخت خیلی سریع تر بپریم پایین این چه طرز پریدن پایینه متاسفم واقعا یه بار دیگه نه نمیخواد بابا نمیخواد میخوام عرقیات هم بخورم برگردین سر کارتون برگردین میخوام عرقیات هم بخورم دست شما درد نکنه خیلی من میدونی آقا بازیگر که باشی میتونی یه گروه رو تحت کنترل خودت بگیری من همیشه از این حس آره اصلا از این قدرت طلبی خوشم میاد این چیه و این برای سرماخوردگی دست شما درد نکنه خیلی ممنون آویشن میخوریم احساس میکنم تبدیل به یک اجدهایی شدم که اگه یه خورده رو فوت کردن تمرکز کنم میتونم آتیش تولید کنم اینو شما سفارش دادین گفتم بیارن نه ضمناً بازیگر که باشی هر چی که گفتنم باید گوش کنی یعنی خیلی اون قدرت طلبی که گفتم اگه تون بود بادرنجی که حالا دارم میگیرم این چیه دست شما دارم احساس میکنه اونم واقعا عطرگوش ملایم هم خونساز هم برای تغییرات عمومی بدن این تازه اونو خونسا میکنه بله. دست شما درد نکنه خیلی مزه تندی داره ولی اصلا معلومه که خاصیتش زیاده یعنی به لحاظ پزشکی الان داره منو ترمیم میکنه مزه عجیبی داره یه تلخی خاصی داره که اتفاقا من ازش لذت میبرم واقعا پیشنهاد میکنم بهتون چون که گل رفت و گلستون شد خراب بوی گل رو از چه میجویی؟ از گلاب اینجا همون جاییه که اون مراسم قالیشویان برگزار میشه مشهد اردهال به این دلیل این اسمو براش انتخاب کردن که محل شهادت فرزند امام محمد باقر علیه السلامه و البته آرامگاه شاعر بزرگ و فقید کشورمون سهراب سپهری هم همینجاست و اما در نزدیکی این محل یک کارخانه است که عرقیات گیاهی رو به صورت صنعتی تولید میکنه بفرمایید انبار مواد اولیه یک کارخانه صنعتی تولید عرقیاته
این که بو نمیده، مزه نداره، نه بو نمیدن که این زیره از فکر کنم. این چیه؟ چوبه که این نه بوی داره نه مزه. چه کاریه شما؟ نه سلام آقا، خوبی قربون تو، مرسی. احمد آقا این چیه اینا؟ این گیاه کاسنیه. ای کاسنی اینه؟ بعد چجوری آخه عرق اینو میگیرین شما چوب خشکو؟ خب این گیاه خشکه دیگه، کاسنی همه فصلی که نداریم ما. ای فصلای خاصی داره. بعد الان دیگه میشه ازش عرق گرفت. بله بله. این چیه؟ این گیاه اتروج. اتروج. بله بله. آه یعنی یه میوه ای بوده. بله میوه بوده. میوه درخت نارنجه. خب بگو نارنج دیگه. بله. اتروج حالا ما یه چیزی نمیدونیم. بله. آقا؟ بله. اون چیه؟ این گیاه گاوزبانه. ای گل گاوزبون. بله. فلاور کاو لنگویج. اوکی. این چیه؟ اینا چیه؟ کیالک. کیالک بچه. بله. کجاست؟ این بچه 3-4 تا منطقه داره، خرم آباد، شمال. شمال یعنی مازندران؟ بله بله. آها اینو ما بهش میگیم، احتمالا میگیم ولیک، یعنی یه جور زالزالک. بله وحشی. بله بله بله. وحشیه. بله بله. اینا رو کجا عرق میگیره ازشون؟ اینا از این قسمت انبار میره داخل سالن تولید. دیگامون داخل اون سالن. اون بره. بله. بریم ببینیم چه خبره. بفرمایید. اینا چیه دست الان؟ چلگیاه هستن. چلگیه، 40 تا گیاه الان. بله بله. یعنی اینا هر 40 تاشو یکی میکنین عرقش رو میگیرین. 40 تا گیاه معمولا قاطی میکنیم، چلگیاه به دست. آ شما اینجا چلگیاه یه گیاه میکنین. بله بله بله. خیلی عالی. خب چه جوریه؟ میریزیم داخل دیگ، عرقش رو میگیریم دیگه. من میدونم بعد از اینکه اینو ریختیم تو این دیگه چی میشه که عرق اینو میگیریم؟ آب قاطی میکنیم، آب میریزیم، بعدن گیاه میریزیم، عرقشو میگیریم. من میدونم آخرش عرقشو قراره بگیریم. عرض من اینه که بعد از اینکه الان با آب اینو جوشوندیم و به نقطه اوج، خیلی چه جوری به نقطه اوج میرسونیم شما؟ به درجه نقطه اوج میرسونیم، بعدن توسط این مبدلا تبخیر میشه، بخار تبدیل به عرق میشه. از این حالا اینا رو کجا میریزیم؟ داخل دیگ. اون بالا دیگه. بفهم. ای چه بوی داره. خوشحالم. این با بریزیم اون تو؟ بله. این همونه، یه خورده مرطوب‌تر، یه حالت بخوری داره. مشارکت کنیم. بفهمی. بفهمی. من بزن. محصول هنوز یه مرحله دیگه برای کارش انجام بشه. چه مرحله؟ پاستور. پاستور. فرق عرقیات سنتی با سنتی اینه که یه مرحله بعد از این عرقگیری هنوز هست، اونم پاستور. 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 آها لویشون، لوی پاستور. بله بله. این دستگاه پاستوریزاتون چقدر بهش حرارت میده؟ 75 درجه. چند دقیقه؟ بستگی به عرق داره دیگه، تو چند لیتر عرق داشته باشید. نمیشه که من اینو بخورم بعد برم بشینم به اجاق گاز 75 درجه. میخندی چرا؟ نه این الان آلودگی داره. پاستوریزاتون کجاست؟ همینجا هستن دستگاهش. خب اینجا پاستوریزه میشه؟ بله دستگاه پاستور هستن، عرق توسط این دستگاه پاستور میشه، میکروب زدایی میشه، ناخالصی هاشون گرفته میشه، تحویل سالن بسته‌بندی اون قسمت دیگه
چقدر حرارت میدن دستگاه پاستور؟ 75 درجه به سلامت توسط بخار. کی میتونیم این عرقیجات رو؟ مرحله بعدی. اون برای؟ بعد بفرم. مرحوم لویی پاستور خدمات مهمی به صنایع غذایی ارائه کرد و با پاستوریزاسیون موفق شد که انواع و اقسام باکتری ها رو از بین ببره و محصولات سالم به دست مصرف کننده ها برسونه. منتها به این فکر نکرد که این محصولاتی که از اون دستگاه میاد بیرون داغه نمیشه خوردش. به همین جهت بنده میخواستم یک دقیقه سکوت برای شادی روح بزرگ خاندان پاستور اعلام کنم. منتها به همون 4-5 ثانیه اکتفا میکنم به خاطر این سهل انگاریشون. گل و گلابش معروفه دیگه، اصلا در تاریخ ادبیات فارسی هم یک شعر معروفی داریم که میفرماید گلاب گلاب کاشونه. ماشاءالله تولد یکی از دوستان عزیزمونه، ماشاءالله به عنوان مثال مثلا تولد همین مهدی جونه مثلا، ماشاءالله. حالا اینکه چطور شد که گلاب غمسر دقیقاً به نام کاشان در این شعر ازش یاد شده، خیلی من تحقیقاتی در موردش انجام ندادم، ولی به هر حال اینجا غمسر شهر گل و گلاب. برم، نرم، بپرم، الان ما ارتفاع داریم، بپریم. اینجا اولین و تنها پژوهشکده دانشگاهی اسانس‌های طبیعی کشور در غمسر کاشان و من اومدم که شاید بتونم اینجا برخی از مشکلات جسمی وارد شده بر خودم در جریان ضبط برنامه مزه غذای ایرانی رو حل کنم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. خوشبخت شما. شما خوب هستید؟ ممنونم. آقای دکتر، ما یه برنامه تولید کردیم. این قسمت 20 باشه. بله. در 19 قسمت قبلی من کله پاچه. بله. انواع مختلف کباب، بریونی، دل و قلوه و جگر، آبگوشت و دیزی و اینها. الان به نظر شما در اندرون من چی داره میگذره؟ خب برای درمان باید قاعدتاً یک معاینه پزشکی اتفاق بیفته و پزشک نظر بده، ولی اون چیزی که در طب سنتی ما به عنوان اولین قدم معمولا مصرف میشه عرق نعناست. این ماجرایی که در مورد عرق نعنا فرمودین که به جای خود متین، منتها اون هضمه هر اتفاقی که قرار بوده در مورد چنجام بشه شده. من الان یک کلکسیونی از امراض دارم، یعنی فلواقع یک مولتی مرض گرفتم که میخوام با این مجموعه داروهای گیاهی و عرقیات سنتی حلش کنم. خب تنوع زیادی وجود داره در عرقیات گیاهی که کاربرداشون هم میتونه برای همون مواردی که شما فرمودید باشه. مثلا در مورد چربی خون، شوید یک گیاهی که بسیار موثره، هم به صورت گیاه خوش شده که افزودنی توی غذاها هست و هم به صورت الان دارو هم حتی به صورت قرصای پرس شده عرضه میشه، یا گیاهی مثل آلوه ورا که به گیاه هزار خاصیت یا صبر زرد تو ایران معروف هست و باز هم در کاهش قند خون میتونه مثلا مؤثر باشه، در کاهش چربی خون میتونه مؤثر باشه. یه مسئله
مهم این که من اگه اون آزمایش هم رو به شما نشون بدم، شما این عرقیاتی رو برای من تجویز میکنید که بتونم. به هر حال عرقیجات سنتی میتونن یک انتخاب باشن، ولی راه حل درست این هست که شما نتیجه آزمایشاتون رو به یک پزشک متخصص گوارش عرضه بکنید و ایشون تصمیم بگیرن که چه تجویزی و با چه شرایطی برای شما لحاظ بکنن. کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار، آسمان مکسی کرد. رهگذر شاخی نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت نرسیده به درخت، کوچه باقی است که از خواب خدا سبزتر است و در آن عشق اندازه پرهای صداقت آبی است. می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در می آرد، پس به سمت گل تنهایی می پیچی. دو قدم مانده به گل، پای فواره جاوید اساطیر زمین می مانی و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد. در صمیمیت سیال فضا خشخشی می شنوی. کودکی می بینی رفته از کاج بلندی بالا، جوجه بردارد از لانه نور و از او میپرسی خانه دوست کجاست؟ هیچ کاری رو بی مطالعه انجام ندید، یعنی حتما راجبش تحقیق بکنید بعد انجام بدید. الان من 6 جور عرقیجات سنتی دارم میخوام بخورم. الان عرق زیره، لاغر کننده، نیرودهنده و هضم کننده، پایین آورنده چربی خون، یعنی قسمت کباب، کله پاچه، دیزی، جیگر، بریونی، اینا همه چی حل شد. کاسنی برای تقویت پوست، کلیه، کبد، اعصاب، اینو از دست گروه میخورم. اعصاب راحت. بیدمشک از پشت اون گل بوته، یه دقیقه بیا بیرون ببینمت. اعصاب، قلب، تقویت عمومی بدن. از مادر زاده شدم دوباره. آویشن برای تقویت معده، تقویت بینایی. عقاب تیز پرواز شدم. وای میسی یه جا حرفم بزنم یا نه؟ بادرنج بویه، بالا برنده، فشار خون، خونساز، آرام بخش، ضد تشنج، مقوی قلب و اعصاب، همه چی. بهترین چیز. آی دلم در خوردن هیچ چیزی افراط نکنید، حتی عرقیجات گیاهی. آی نشد ما از این برنامه جون سالم به در ببریم آقا. آی.